درگذشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل ایران داشته. از جمله روزنامه ایران آقای شاهرودی رو فقیه نوگرا خونده. روزنامه ابتکار همانند چند روزنامه دیگر عکس صفحه اولش رو به رئیس سابق قوه قضاییه اختصاص داده و روزنامه شهروند که قبل از انتشار خبر درگذشت آقای شاهرودی زیر چاپ رفته از او به عنوان قاضی القضات سنت شکن یاد کرده. و اگر نگاهی هم بکنیم به فعالیت‌های سیاسی محمود هاشمی شاهرودی می‌بینیم که آقای شاهرودی در سال 1373 به عضویت شورای نگهبان درآمد و تا پایان عمرش در این سمت باقی موند. در سال 77 به عنوان نماینده خراسان وارد مجلس خبرگان رهبری شد. تا لحظه درگذشتش 3 دوره متوالی به نمایندگی در این نهاد انتخاب شد. او در سال 78 با حکم رهبر ایران به ریاست قوه قضاییه منصوب شد و تا سال 1388 در این سمت باقی موند. در سال 90 هم با حکم آیت الله خامنه‌ای به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه منصوب شد و تا پایان عمر بر کرسی این نهاد تکیه زد. پس از مرگ هاشمی رفسنجانی با حکم دیگری از رهبر ایران بر صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست. اما برای بررسی بیشتر میراث آقای هاشمی شاهرودی فرج سرکوهی رو داریم، روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان، و رضا انصاریراد پژوهشگر فقه و حقوق از ایران با ماست. آقای انصاریراد، بگذارید با شما شروع بکنیم. شما میراث آقای هاشمی شاهرودی رو چطور می‌بینید؟ میراث آقای شاهرودی، ضمن سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، باید عرض کنم که آقای شاهرودی شاگرد مبرد و خیلی مشهور مرحوم صدر محمد باقر صدر، فقیه جوان و نوگرا بود و ایشون هم به تبع استادش فقه رو از دریچه نوتری نگاه می‌کرد، اگرچه بر همان مبانی سنتی، یعنی آنچه که چی بود محل اتکایشون بود همون مبانی سنتی بود، ولی با نگاهی تازه‌تر و نوتر نگاه میکرد. ولی ایشون اگر این وارد عالم سیاست نمیشد و اول با مجلس اعلی و بعدش هم با وارد ساختار قدرت در ایران نمیشد، مرجعیتش در تقریبا مسلم بود و اگر مرجعیتی داشت مرجعیت مستحکمی هم بود اگر میموند، ولی ایشون حاضر نشد و یا به هر دلیلی وارد چیز شد، وارد ساختار قدرت ایران شد و با همون کارنامه‌ای که شما گفتید و کارنامه اونچه که خیلی چیز هست قابل توجه هست، کارنامه‌شون در قوه قضاییه است. در کارنامه‌شون در قوه قضاییه کارنامه‌ای بود که ایشون اگر خودش بود و اون فقاهتش قطعا کارنامه امروزش نبود، ولی متاسفانه در ساختار قدرت و در ساختار قوه قضاییه ایشون نتونست و یا به طبع همون روحانیتش یک سماحتی داشت که خب گرفتار نیروهایی میشد که این وضعیت رو رقم زدن برای کارنامه ایشون. بنابراین شما نظرتون این هست که ایشون شاید میخواست و او فقیه نوگرایی بود که نتوانست اون تغییراتی رو که در قوه قضاییه میخواست ایجاد کنه. آقای سرکوهی، اجازه بدید نظر آقای سرکوهی رو هم در مورد میراث آقای هاشمی شاهرودی بپرسیم. آقای هاشمی شاهرودی میراثی نداره، برای که ایشون یکی از چهره‌های میانمایه و یا در واقع میتونیم بگیم بی‌چهره بود، هم در سیاست بی‌چهره بود، هم در فقه هم که ایشون میگن با نگاهی نو و تازه‌تر. من بعداً اگر به من وقت نگاه‌های نو و تازه‌تر ایشون رو در مورد پرت کردن از دره سوزاندن اجازه ندارین که وقتی میخواین دست و پای کسی رو قطع کنین اون رو بی‌حس بکنین. یعنی یک چنین آدمی که به طور وحشتناکی معتقد درد رو باید در اوجش بر آدم‌ها تحمیل کرد و غیره رو خواهم گفت اگر وقت بشه. و توجه بکنیم که به تدریج که نسل اول چهره‌های جمهوری اسلامی ناپدید میشن، میمیرن، به هر حال پیر شدن، چهره‌هایی میان که اینها بر اساس سابقه خودشون رشد نکردن. مثلا همین آقای محمود هاشمی نجفی که بعداً اسمش رو تغییر دادن کردن شاهرودی، چون در واقع در کربلا به دنیا آمد و اون اسم رو داشت. او کسی بود که مرجعیت خامنه‌ای رو تایید کرد. 3 ماه بعدش شد عضو فقهای شورای نگهبان. در زمانهای خمینی چندان او رو به بازی نمی‌گرفتند و بعد هم به منتظری حمله کرد وقتی که چند ماه بعد از حمله به منتظری. و اینکه در مورد ولایت فقیه یک نظری داد که این ولایت فقیه مطلق هست و همه حقوق رو داره، که من نمیدونم این چه نگاه نوتازه‌ای هست، او رو کردن رئیس قوه قضاییه. فارسی هم خوب نمیتونه صحبت بکنه. حالا اگر نگاه بکنیم به این 10 سالی که او در قوه قضاییه بود، به جز این یک لایه آزادی‌های مشروع و پرونده او با اعدام. متاسفانه آقای سرکوهی ارتباطشون چندان خوب نیست با ما. حالا باز میتونیم برگردیم. آقای انصاریراد، اگه برگردیم به شما، آقای سرکوهی معتقدن که ایشون میراثی نداره چون تغییراتی هم ایجاد نکرده. البته اگه آقای سرکوهی صدای من رو میشنوه، من یک سوال از ایشون میخواستم بکنم. مثلا در یک مواردی شاید این نگاه نوگرای ایشون در مورد سنگسار حداقل به نظر میرسید که ایشون تلاش‌هایی کرد که اون حکم رو متوقف بکنه. اگه بخوایم مساقی صحبت کنیم، آقای سرکوهی از من بود. الو، پرسیدم که مثلا در مورد سنگسار اگه بخوایم مساقی صحبت بکنیم، به نظر میرسه که ایشون تلاش‌هایی کرد و تونست تا حدودی هم موفق بشه. صدای منو میشنوین؟ بله، من صدای شما رو میشنوم. اولا در مورد سنگسار، این جمله ایشون بسیار مشهور است که میگه سنگسار از ضروریات اسلام هست. اینکه این تلاش کرد و گفتش که حالا اجرا نکنین در معامله عام یا اجرا نکنین، در نتیجه فشارهای عظیم بین‌المللی بود که وارد شد. توجه بکنین که آدم‌ها وقتی در یک سیستم قرار میگیرن، وقتی خودشون رو به اون سیستم تطبیق میدهند، دیگه نمیتونی بگیم که به اصطلاح تقصیر سیستم بود، این آدم دلش میخواست دلش نمیخواست. خب این میتونست 10 سال رئیس قوه قضاییه نشه. بعدم اگر به پرونده اون نگاه بکنیم، میبینیم که بیش از 100 نشریه رو بس، یک زمان انجمن صنفی مطبوعات رو تعطیل کرد. بعد این کسی که دستور داد، که بخشنامه داد که همه به اصطلاح دراوی حلقه‌های عرفانی ممنوع هستند. لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست رو با این اسم جالب به مجلس بود و بعد اجازه داد که فرزند خونده رو بتونی به ازدواج اون مردی که اون رو به فرزند خوندگی در آورده بگیری. بگی یک جنایت هستش. قانون وکلا، استقلال قانون وکلا رو منتفی کرد با اون آیین‌نامه‌ای که فرستاد به مجلس و تصویب شد و به اصطلاح وکلا خیلی اعتراض کردن. بعد توجه بکنیم که در زمان همیشون بود که حکم‌های اعدامی علیه دکتر هاشم آقاجری، یوسف اشکبری صادر شد. زهرا کاظمی در زندان به قتل رسوندن، اکبر محمدی، ولی فیض مهدوی، زهرا بن یعقوب که بسیار ماجرایی که به مطبوعات کشیده شد، چند نفر دیگه رو در زندان کشتند. و بعد مثلا عاطفه رجبی، یک دختر 16 ساله رو ایشون به دستور ایشون در ملأ عام اعدام کردن که این دستور. اجازه بدید بریم آقای انصاریراد هم پاسخش رو بشنویم به این اتهامات. من از جناب آقای سرکوهی بله، اینا اتهامات نیست، اینا در نشریات خود جمهوری اسلامی چاپ. نه آقای جناب آقای سرکوهی، من کاملا بهشون احترام میذارم و چیز نیست، ولی ایشون به حرف من خوب توجه نکردن. من عرض کردم که با همان مبانی سنتی خواستن که نگاهی جدیدتر داشته باشن و خب این رو فقط میشه با مقایسه در همون شأن خودش این حرفا رو در آورد. و بعدم هم عرض کردم که ایشون کارنامه‌اش ازش قابل تفکیک نیست، اگرچه به اراده خودش، یعنی با فعل بداهه تصمیم خودش نبود و ساختار برش تحمیل کرد و این اشتباه مال ایشونه و در نتیجه این کارنامه برای ایشون میمونه. ولی فرق میکند با کسی که خودش پیشتر اصلا تفکرش همین وضعیته. اگر لایحه منع شکنجه رو داد ایشون برای اینکه طبع فقاهتش همون رو اقتضا میکرد. اگر ایشون با سنگسار، اگر میگفت ضرورت بر مبانی خودش میگفت و اگر مانع اجراش میشد در خیلی موارد بر همون نگاه نوگرایانش میکرد. من اصلا هیچ حب و بغضی نسبت به آقای شاهرودی ندارم و فقط نوع نگاهش رو عرض کردم و عرض کردم اون مبانی سنتیش هست. ایشون هیچ تغییری در اون مبانی سنتی که بعضی از این حرفای جناب آقای سرکوهی از توش در میاد، همچنان بر همونا متکای ایشون بود و این، ولی نگاه نوعش من شکنجه رو شما کارنامه ایشون کاملا قابل مقایسه با کارنامه 10 سال قضاوت قاضی القضاتی آقای یزدی، شیخ محمد یزدی. و ایشون کاملا چیز میکرد، شبیه سازی میکرد ساختمان بلند رو با کوه و اون رو مواردی رو که میگفت که باید از کوه پرت بشن میورد از بالای ساختمان بلند پرت میکرد. حداقل این موارد رو نداشت ایشون نگاهش و مواردی هم حتی بعضا اعدام ها 2000 اعدام میگن در دوره ایشون 2000 اعدام انجام شده. بله من ولی آقای انصاریراد شما خودتون در دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه به زندان افتادین به دلیل فعالیت‌های سیاسیتون. امروز دیدیم که روزنامه‌های اصلاح طلب از آقای هاشمی شاهرودی به هر حال به نوعی او رو به عنوان فقیه نوگرا و با القاب دیگه‌ای ایشون رو در واقع بدرقه کردن. چه میشه که کسی که در دوره او روزنامه‌ها به صورت فله‌ای بسته شدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به نوعی بسته شده بدون نتیجه، قتل زهرا کاظمی مثلا در پرونده قتل زهرا کاظمی در جریان بوده، چه میشه که امروز روزنامه‌ها به اینجا میرسن که اینطور از او یاد بکنن؟ من این رو برام کاملا قابل توجیه. نگاه کنید شما بحث اینه که ایشون مصداق بارزی است و سند معتبری است و دلیل محکمی است بر اینکه آقا فقیه الزاماً مدیر نیست، فقیه الزاماً قاضی القضات خوبی هم نیست، فقیه الزاماً نمیتونه در ساختار قدرت قرار بگیره به اعتبار فقاهتش. نه این کارنامه فقاهت اون رو زیر سوال میبره، نه فقاهتش میتونه این کارنامه رو توجیه کنه. این دوتا جنبه باید از هم تفکیک بشن و بهترین نتیجهش هم اینه که اون فقاهت سر جای خودش، ولی اون فقاهت شرط لازم و کافی برای مدیریت و قاضی القضات شدن نیست. فلذا وقتی میاد تو ساختار قدرت از یک فقیه نوگرا چنین کارنامه‌ای که چندان هم قابل دفاع نیست باقی میمونه. ولی این کارنامه غیر قابل دفاع بودن معنیش این نیست که اون فقاهتش رو هم باید زیر سوال برد. آقای سرکوهی پاسخ شما رو بشنویم. من اول پاسخ شما رو میدم به سوال، منتها قبلش برای که بگیم چقدر این فقیه نوگرا بوده، من از کتاب بایسته‌های فقه جزایی که خود او نوشته و دیگه شوخی نکنیم کسی هم بهش تحمیل نکرد این چیزا رو بنویسه، چند تا جمله میخونم. میدونیم که یه عده‌ای معتقد بودن حالا وقتی میخواین دست بزنید یا پا بزنید یا پرت کنین از دره یا بسوزونین لااقل بی‌حس کنین اون مجرم رو. ایشون با این مخالفه، میگه که درناک بودن، جمله خودشه، درناک بودن کیفر جزء اصل کیفره، بی‌حس کردن محکوم هنگام اجرای کیفر و درد تازیان یا قتل عضو جایز نیست. بعد میگه که کیفرهایی مانند کشتن، به صلیب کشیدن و بریدن دست و پا در این آیه، حالا به یک آیه اشاره میکنه، لازم هست و یعنی حدود واجب است که مجازات در حضور گروهی از مؤمنان صورت بگیرد. اینم این اعدام‌های جمعی یعنی ببخشید اعدام در ملأ عام یا دست زدن در ملأ عام هستش و مدام تاکید میکنه که این باید درد بکشه و نباید بی‌حس بشه اینا. اما اون سوالی که کردین که چه میشود که حالا یه همچه آدمی با یک همچه نظریات واقعا وحشتناکی که میگه حتی بی‌حس نکنین وقتی میخواین دستش رو بزنین، پاش رو بزنین، و بعدم میگه پرت کردن و به صلیب کشیدن. این در همین کتابی که عرض کردم بایسته‌های فقه جزا، وقت نیست وگرنه من جملاتی میخوندم که آدم واقعا وحشتناک هست این جمله ها. حالا یه همچه آدمی که یک همچه اعتقادات وحشتناکی داشته، چی میشه که بهش میگن فقیه نوگرا یا ایشون میگه نگاه نو به فقه که داریم میبینیم این چه نگاه نوگرایی به فقه هست؟ یکی به دلیل که شما گفتین روزنامه‌ها از اون اینطور یاد میکنن. بله، روزنامه‌های اصلاح طلبان حکومتی و روزنامه‌های بنیادگرایان حکومتی از اون یاد میکنن. اگر آزادی مطبوعات بود اون وقت بود که میشد درباره او به واقعیت نوشت. چون آزادی مطبوعات نیست و به اصطلاح قلم در دست حکومتی‌ها هست، خب چنین ازش یاد میکنن. دوم اینکه ما متاسفانه در میان بخشی از اصلاح طلبان حکومتی با یک پدیده روبرو هستیم، اینها دچار فقر شخصیت در میان روحانیون هستند. یعنی به هر حال اینا نیاز دارن که روحانیون بزرگ رو یا معروف رو یا حالا هر چه رو هم جزء مصادره بکنن و بگن که این جزء ماست. حالا که آقای شاهرودی مرده دیگه دستش از دنیا کوتاه، جوابم نمیتونه بده، او حالا میخوان اونو مصادره بکنن به عنوان چهره عرضه بدن. آقای هاشمی شاهرودی در مورد ولایت فقیه به صراحت نوشته که ولایت فقیه حتی اینکه میگویند باید حدودش رو مجلس خبرگان تعیین کنه، نه خیلی اینجور نیست. ولایت فقیه مطلق همه اختیارات رو داره. هیچ نوع نوگرایی که ایشون مدعی هستند در نگاه او نیست، بلکه برعکس بسیار نگاه بسته‌ای داره. و به هم اما اینکه چرا حالا ازش یاد میکنن، برای که به نظر من اینا دچار فقر شخصیت هستن در میان روحانیون. آقای انصاریراد، آیا شرایط شما، شرایط اصلاح طلبان در ایران الان این گونه است؟ من کاملا احساس میکنم که جناب آقای سرکوهی انصاف رو یک کمکی مایلن که رعایت نکنن. نیا کنید شما بحث از یک روشنفکر نمی کنید، بحث از یک فقیه می کنید. اگر با فقه مشکل دارم، اگر فقه رو نمیتونم بپذیرم، سر جای خودش، ولی وقتی از بحث از یک فقیه میکنید شما نمیتونید توقع از اون داشته باشید بحث نگاه بروندینی داشته باشه. اونجا که میگه از قضا، اون جملاتی که ایشون میگه جملات خیلی چیزی هست، از اون جملاتی فقهی، از اینکه اگر ایشون مانع بی‌حس کردن، چون اون کسی که میگه بی‌حس کنید میخواد اون نوع مجازات ها رو ترویج کنه، در صورتی که اون مجازات ها برای سخت بودنش وضع شده تا هم جرمش. حالا من به صحت و ثقب این فلسفه کاری ندارم ها، ولی اون نوع وضع و کار دارم. این فلسفه، این احکام وضع شده تا اون خشونت و اون تندیش مانع از ارتکاب جرم باشه. حالا اگر شما یک نگاه نوتری بخواید داشته باشید، میتونید بهش نگاه کنید که اصلا اون مجازات ها اصلا جایی دارد یا ندارد. ولی اینکه شما بیاید مجازات ها رو از حیز انتفاع خارج کنید، از فلسفه بعدش خارج کنید، این اصلا فقاهت نیست. آقای انصاریراد، یک سوال دیگه میپرسم، وقت چندانی نداریم، اگر کوتاه مرحمت کنین. در مورد روزنامه‌ها، اصلا روزنامه‌های اصلاح طلب الان اینجور نیست که از یک دم همه حکومتی باشن و همه یک دم فقر روحانیت داشته باشن و بخوان این از یک مردریگ آقای شاهرودی برای خودشون قنای روحانیت درست کنن. اصلا من این قبول ندارم. از نظر شما یک زمانی آقای هاشمی شاهرودی به عنوان در واقع گزینه‌ای برای جانشینی رهبری ایران مطرح میشد. فکر می‌کنید اگر زنده می‌ماند با توجه به شرایط کنونیش و کارنامه‌ای که از خودش به جا گذاشته، همچنان میتونست به عنوان یک گزینه خوب مطرح بشه؟ کوتاه لطفا. من معتقد همیشه در هر وقت که این حرف هم مطرح میشد، اعتقاد من این بود که این آدرس غلطی، ایشون برای اون نمیتونه کاندیدای مناسبی باشه. البته نه به اون دلیل که اسمی که آقای سرکوهی نجفی گفتن، ایشون همیشه شاهرودی بوده به دلیل پدرش و مادرش و این حرفا، ولی ایشون نسل در حداقل سه نسلش در نجف ساکن بودند و متولد شدند و مجاور بودند و با سابقه حزبی بودن عراقیش به نظر من در جایگاه رهبری هیچ وقت نمیتونست قرار بگیره. و آقای سرکوهی، پاسخ شما رو هم خیلی کوتاه بشنویم. من فکر میکنم، من با اتفاقا اینجا با نظر ایشون موافق هستم که من فکر نمیکنم اون نامزد رهبری بود میتونست به این برسه یا مجموعه با اون موافقت میکرده و آدم مناسبی هم نبود. توجه بکنیم که نسل اول چهره‌های جمهوری اسلامی که سایه کاریسمای آقای خمینی بر سرشون بود و در این حال خودشون جایگاه خودشون تا حدودی ساخته بودن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای خامنه‌ای، اینها دیگه دارن ناپدید میشن. بعد از مرگ آقای خامنه‌ای نظام جمهوری اسلامی با مسئله بحران رهبری روبرو میشه، چون که از نسل اول دیگه کسی نمونده. نسل دوم رو باید از میان چهره‌های درجه دو انتخاب بکنن، چهره‌هایی که مثلا مثل آقای رئیسی یا دیگران یا حالا هر کس دیگری، و این چهره‌ها هر شکلی که بر سر کار بیان چهره‌های بسیار ضعیفی خواهند بود، چون که در واقع نهادها الان مستقر هستند. مثل اون موقع نیست که آقای خامنه‌ای نهاد در ریشه داشت در سپاه و نمیدونم ارتش و اینها. و همین، اما هاشمی شاهرودی اون کسی نیست که میتوانست رهبر بشه و نهادها با او موافقت بکنند. و به ویژه این نکته هم توجه بکنیم که آقای شاهرودی برعکس تبلیغاتی که حالا میکنن، مجتهد بزرگی هم نبود، کتاب‌های مهمی هم در فقه ننوشته. بعد مثل آقای خامنه‌ای هم نمیدونم در سپاه و اینها ریشه نداشت. نه، منم معتقدم که ایشون هیچ وقت نامزد مناسبی نبود. ممنونم از هر دوی شما، آقایون فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان، و رضا انصاریراد، پژوهشگر فقه و حقوق از ایران.